سلام سهشنبه 19 مرداد 95 9 آگوست 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه محمد عبداللهی زندانی سیاسی اهل بوکان در زندان اورمیه به همراه پنج زندانی عادی دیروز اعدام شد او که به اتهام همکاری با گروه های کرد مخالف بازداشت شده بود در نهم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زد سی و دو روز در اعتصاب غذا بود با خواسته اعاده دادرسی و سرانجام هم با قول اینکه دادرسی او رو اعاده بکنن دادرسی غیر عادلانه ای که هیچ کدوم از روالهای های آین دادرسی و قوانین خود جمهوری اسلامی هم در اونها رعایت نشده بود اعتصاب غذاش رو شکست اما به وعده خودشون عمل نکردند و نهایتا محمد اعدام شد مادر شهرام امیری پژوهشگر هسته که ناگهان اعدام شده اعلام کرده بود که دیگه چون فرزندش اعدام شده سکوت نخواهد کرد و مصاحبه بسیار دردناکی با کمپین بین المللی حقوق بشر کرده شرح ما هفت سال گذشته رو داده گفته که چگونه او و پدر شهرام و خانواده او رو تهدید میکردند با مینیبوس اونها رو یک روز جلوی سفارت عربستان میبردند اعتراض کنند که شهرام ناپدید شده یک روز جلوی وزارت خارجه ببرند بگن امریکایی ها اونها رو رو بودن و یک روز هم او رو به کشور برگردوندن و بعد از اون هم ندیدن او رو مادر شهرام اعلام کرده که عنوان کرده که در تمام این مدت هم که زندان بوده به ندرت امکان ملاقات دست میداده و حتی یک بار یک سال فرزندشون رو ندیدن تا حدی که پدر اعلام کرده بود جلوی بیت رهبری خودش رو آتش خواهد زد و با رسانه های مختلف علا رغم تهدیدات مصاحبه کرده بوده که بازداشتش کردند و به قید وسیقه آزاد بود مادر شهرام اعلام کرده که سهشنبه گذشته اونها رو از کرمانشاه گفتن بیایید هر کس رو هم میخواهید بیارید و در آخرین ملاقات از پسرش شنیده که گفته علت این ملاقات این است که روز بعد اعدام خواهد شد و با فریاد و ناله او به شهرام گفته که دیگه خسته شده از هفت سال انفرادی و تنهایی و ترجیح میده که اعدام بشه آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی از اعدام های اخیر که دست کم 20 زندانی کرد اهل سنت اعدام شدند و با اعدام محمد عبداللهی و شهرام امیری این تعداد از 22 هم گذشته اگر بیشتر از این نباشه به اضافه ده ها نفر زندانیان مواد مخدر یا زندانیان محکوم به قصاص و غیره که موج بزرگی از اعدام ها به راه افتاده ایشون دفاع کرده و به خصوص در مورد زندانیان اخیر اعدام شده اونها رو تروریست خونده و در گفته که با تروریست ها مدارا نمیکنه. در بند سیاسی زنان زندان اوین جمعه شب مراسمی زندانیان سیاسی برگزار کردند در بررسی اعدام های اخیر و خشونت ورزی ها که بهاره هدایت و نرگس محمدی در جمع زندانیان سیاسی زن صحبت کردند و در صحبت مفصلی هم چرخه خشونت رو محکوم کردند هم اعدام های اخیر رو و هم طی تحلیلی نشان دادند که این حرکت ها باعث بروز خشونت های بیشتر در کشور و منطقه خواهد شد موضوع دوم اینکه رانندگان وسایل نقلیه سنگین مثل اتوبوس و کامیون و تاکسی های برون شهری در استان سمنان دیروز جلوی استانداری دست به تجمع اعتراضی زدن اعتراض اونها به انتقال پایانه و اداره هم نقل به شهرستان شاهرود که قرار عملی بشه و وضعیت بد اقتصادی اونها و اینکه به گفته یکی از رانندگان در سه سال گذشته شب و روز به خصوص رانندگان اتوبوس و کامیون توسط پلیس راهور جریمه شدند و جونشون به لبشون رسیده جالبه که در همین تجمع و هم پلیس راهور تعدادی از وسایل نقلیه سنگین رو جریمه کرد کارگران ریختگری ماشینسازی تبریز که دست به اعتصاب زدن برای اینکه از اردی بهش ما حقوق نگرفتن کارگران کارگاه ماشینسازی کارخانه ماشینسازی تبریز هم که بیش از 800 کارگر هستند به 250 کارگر ریختگری پیوستند و اونها هم اعتصاب کردند. پاره از کارگران پیمانی کارگاه ماشینسازی چهار ماهه که حقوق نگرفتند کارگران اعلام کردند که در شرایط بحرانی فعلی کارخانه که حتی حقوق کارگران رو نمیتونن به پردازن با گذاری سهام کارخانه به صندوق توسعه فولاد اقدام اشتباهی است که بحرانهای کارخانه رو تشدید خواهد کرد برای اینکه خود این صندوق با بحرانهای متعددی دست به گریبان مجلس شورای اسلامی گزارشی را آماده کرده از برخورد در بلداجی در استان چهارمحال بختیاری که بر سر آب در گرفت و خلاصه اینکه در این اعتراض بر سر آب یک کشته 18 مجروح و 70 بازداشت شده بوده اما بازنشستگان فرهنگ این بار جلوی وزارت کار تجمع اعتراضی داشتن بیشتر از 100 نفر تنگی معیشت اون هم در سنین بازنشستگی دلیل اصلی تجمع اعتراضی است و خواستار همسانی حقوق بازنشستگی با سایر بازنشستگان دولت هستند موضوع سوم اینکه کنسرت آقای سالار عقیلی و ارکستر ملل که در سبزوار لغو شد و در استان خراسان اصلا گفتن اجازه کنسرت دیگه نخواهند داد دیروز دیشب در حوزه هنری در تهران در تالار اندیشه برگزار شد سالن دیگری هم مملو و از جمعیت شد و آنلاین این کنسرت پخش شد و در سراسر دنیا بیش از سی هزار نفر اون رو تماشا کردند و به این ترتیب راه جدیدی باز میشه که اگر کنسرت ها رو جلوش رو میگیرن آنلاین از سراسر دنیا میتونن در اون شرکت کنن انجمن دفاع از آزادی مطبوعات جایزه قلم طلای خودش رو در سال 93 به مهندس لطفالله الله میسمی اه اهدا کرده بود که با تأخیر دیشب تا یه مراسمی به این کوشنده راه مطبوعات و آزادی ایران اهدا شد بسیاری از شخصیت ها و شخصت های سیاسی و زندانیان سیاسی سابق در این مراسم شرکت داشتند. اما آقای رسایی اعلام کرد که نشریه نوهدهی که به تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات تعطیل و توقیف شده بود با حکم دادگاه از توقیف خارج شد و دوباره منتشر خواهد شد به این ترتیب قوه قضاییه کاملا در مقابل هیئت نظارت بر مطبوعات قرار گرفت مجید انصاری معاون حقوقی آقای روحانی هم عنوان کرده که آقای روحانی گفته با همه توهین ها شخصا نمیخواد شکایت کنه ولی او گفته که ما به عنوان جایگاه رئیس جمهور که منتخب مردم علیه کسانی که تهمت های خائن ساده لوح و توهین های آشکار به رئیس جمهور کردن شکایت خواهیم کرد به خصوص از حمله ها گفته به دادگاه ویژه روحانیت شکایت میکنیم افرادی مثل آقای علم الهدا یا حمید روحانی و غیره محل شکایت هستند موضوع چهارم اینکه که در سوریه ناظران حقوق بشر عنوان می که تعداد کشته از دویست و نبد هزار نفر عبور کرده تنها در دو ماه گذشته ده هزار نفر دیگه در سوریه کشته شده. اعتلاف مخالفین با عنوان جیش الفت اعلام کرد که حلب رو به کلی از دست نیروهای دولتی در وردن محاصرش رو شکستند و آزادش کردند و مشغول پاکسازی هستند. اما شبکه سومری نیوز در عراق هم خبر داده از اینکه جمعی از فرماندهان داعش در منطقه کرکوک عراق کودتا مانندی کردند علیه ابوبکر البغدادی به ایمن از زواهری در القاعده پیوستند و شکست های اخیر داعش رو ناشی از سوء فرماندهی البغدادی میدونند در ترکیه دست کم ده طبعه خارجی دستگیر شدن در ارتباط با کودتا اما اعلام نشده چه ملیتی دارند وزارت دفاع اسرائیل هم از اظهار نظر اخیرش که قرارداد برجام رو با قرارداد مونیخ با هیتلر مقایسه کرده بود شدیدا ابراز تأسف کرد و گفته میشه که کمک چهل میلیارد دلاری امریکا به ارتش اسرائیل طی یک دهه آینده علت اصلی است که وزارت دفاع پوزش خواسته اما موضوع آخر اینکه جناب مصباح یزدی فرمودند که بدن برخی پر از آثار شکنجه برای انقلابه ولی بعدا اینها به انقلاب خیانت کردن منظورش آقای رفسنجانیز جالب خود ایشون یک کشیده هم در راه انقلاب نخوردند که صرف سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی